سلام مخلصی، من محمد خیرخواه هستم. امروز به بیرون شهر نیویورک اومدم واسه اینکه یه چیز خیلی باحالی رو بهتون نشون بدم. من شهر نیویورک واسه زندگی انتخاب کردم به خاطر اینکه توش ماشین و رانندگی و اینجوری چیزا نیاز نداره، مترو همه جا شما رو میبره. اما اگه من بخوام یک ماشین یک روزی بخرم، تسلا خواهد بود، ماشین تسلا. امروز من از پول خودم $149.99 پول دادم به این ماشین، کرایه کردمش واسه 15 ساعت که تمام جزئیات، چیزایی که نیاز دارید در موردش بدونید و بدونید که ببینید که آیا نیاز داره واقعا این همه پول بدید واسه خریدن این ماشین یا نه. هیچ کسی، نه تسلا نه هیچ جای دیگه، اسپانسر این ویدیو نیست. ببینید. اینقدر این کشور احمقانه گنده است که ما فعلا دو تا قطار عوض کردیم، یه دونه اتوبوس داریم عوض می‌کنیم که بریم جایی که ماشین کرایه میدن ماشین کرایه کنیم. توی کل این شهر به این بزرگی هم فقط 3 جا بیشتر نیستش که ماشین برقی میده تسلا میشه گرفت. یکیش اینجاست، دو تای دیگه‌ش هم که اون ور دنیاست و به اندازه پول یه کلیه باید کرایه بدیم. Cool, huh? Wow, nice. Clean. Very clean, yeah. How do we charge our phones? Look at the skylight. I know. Eva. How do we go? I have no idea. You clap twice. واسه اینکه در تسلا هم باز کنید چند تا روش وجود داره. آسون‌ترین روشش این کلیده. یه کلید این شکلی داره، یه کاغذ مثل کردیت کارت، سویچ و اینا وجود نداره واسهش. اینو فقط کاری که می‌کنید نگه می‌دارید کنارش، هدف باز میشه به همین راحتی. میتونید با گوشی بازش کنید. یه سویچ خوشگلی هم داره که شبیه خود تسلاست که $150 اضافه است، میتونید بخریدش. ولی سویچی وجود نداره که بخواد بره تو درو بخواد باز کنه. فقط اینو بازو بسته میشه. یه موضوعی که تو همون نگاه اول به چشم میخوره اینه که کلن ایلان ماسک و طراحای تسلا خیلی علاقه به کیبورد و شستی و دکمه و اون چیزا ندارن. حتی نگاه کنید دستگیره درش صافه. واسه اینکه در رو بخواد باز کنید شستتون رو میذارید اینجا، با دست این دستگیره باز میشه. یه مشکل کوچیکی ممکنه این داشته باشه اینه که واسه جاهایی که سرد هستن مثل شیکاگو که خیلی سرد میشن، من تو قبلا توی زندگی کردم، این دستگیره امکان اینکه یخ بزنه خیلی زیاده و ممکنه باز نشه، ولی دیزاینش فوق العاده است واقعا. بیشتر آدم ها فکر میکنن که تسلا یه کمپانی ماشینسازیه. درسته یه کمپانی ماشینسازی است، اما اگه یه خورده با دیتیل بیشتر، با جزئیات بیشتری بهش نگاه کنین میبینید که در واقع یه کمپانی هستش که داره دیتا از شما میگیره و دیتا استخراج میکنه. چرا این حرف رو میزنم؟ بیاد یه نگاه بهش بندازیم. کم کم حدوداً 3 دوربین روی این ماشین وجود داره. این دوربین یه دونشه که این طرفه، یه دونه دیگه اون ور و دیدونم پشتشه که در واقع حواسش هستش که شما وقتی لین عوض میکنی، خطوط رو عوض میکنه، به جایی نخوری، موقعی که دنده عقب میخوای بیای دوربین داره قشنگ همه جا رو میبینه. اما تمام فیلم ها و کلا موقع رانندگی هر فیلمی که از اینجا ضبط میشه میره به بخش اون کنسول دیتاش و هر چیزی هم که روی دیتاش هستش میره روی کلاود، یعنی یه جایی توی یه سروری جمع میشه. شما هر کاری هم میخوای با این ماشین انجام بدی وقتی که اپش رو دانلود میکنی، اپلیکیشنش رو گوشی دانلود میکنی و اطلاعاتت رو میدی، همه چیز تو باید بهش بدی، از گواهینامه‌ت گرفته تا رجیستری ماشینت، نمیدونم هر چیزی که فکر کنی وصل به اون اپه، وصل به
گوشی شما، در واقع یه جورایی میدونه که شما کجا هستی، کجا میری، خونت کجاست، محل کارت کجاست، در سال چقدر داری ازش استفاده میکنی، مسیرات چی هن، همه اینا رو میدونه. حتی اگه مثلا بخواد از قسمت اینترتینمنتش که فیلم و اینجور چیزا از سرگرمی هست استفاده کنی، باید لاگین کنی تو اکانتاتو داره، موقعی که کانکت بهش میشی بالاخره یه کپی از تمام شما تلفنایی که توی گوشیت هست میگیره. درسته همه این کارا انجام میده واسه اینکه شما رو به آسایش برسونه، نیاز نداشته باشه که هر دفعه شما تلفن بگیری، همه رو داره، ولی خیلی کوچولو اون گوشه داره یه جورایی دیتاهای شما هم ثبت میکنه. من به اشتباه گفتم که 3 تا دوربین داره ولی 5 تاست فکر کنم. 2 تا هم کنار دروازه، یه دونه اینجاست یه دونه اون طرف، واسه اینکه ببینه چه کسی میاد و میره. و موضوع بعدی این که همونطور که خودتون میدونید این ماشین الکتریکی است، موتوری نداره، نیاز به عوض کردن روغن و هیچ چیز دیگه نداره. جای موتورش هم یه جای کوچولی هست واسه اینکه بتونید یه چمدون توش بذارید، یا اینکه اگه مثلا میخواید لاستیکی رو عوض کنید اونجا میشه جاش بدید. جای لاستیک نیست، نه، فقط جای چمدون، جای چمدون باشه. یه صندوق عقب بسیار جادارم داره که میتونی یه پیرزن خوشتیپ رو توش جا بدی. بعدش چجوری بسته میشه؟ اوکی، اومدیم داخل ماشین. اولین چیزی که وقتی که وارد میشی محکم میخوره توی صورتت این مانیتور 15 اینچه که همه تقریبا همه کارهایی که نیاز داری تو تسلا انجام بدی و از طریق این مانیتور میتونی انجام بدی. اولین سوال و اولین سوالی که معمولا آدما میپرسن اینه که اگر این مانیتور یه اتفاقی واسش بیفته چی میشه؟ ماشین از کار میفته؟ وسط اتوبان میمونی؟ چرا؟ چه اتفاقی میفته واسش؟ هیچی، ماشین مثل یه ماشین معمولی جلو میره، هیچ اتفاقی واسش نمیفته. مثل اینکه یه کامپیوتر داشته باشی و مانیتورشو بزنی بشکنی، هنوز اون پی سی و مادربورد و بقیه چیزا کار میکنه، هیچ مشکلی واسش پیش نمیاد. اگرم اتفاقی واسه این مانیتور یه موقعی بیفته میتونی از طریق همون اپلیکیشن اپ همه کارهایی که میتونی انجام بدی و انجام بدی باهاش. بیاد یه نگاهی به خود این مانیتور رو بندازیم. هوه، گرمه ها. آتو ای سی رو روشن کن بریم حالش ببریم. یکی از چیزهای باحال دیگه ای هم که داره این سانروفشه، فوق‌العاده است، قشنگ میتونی کل سقف رو نگاه کنی، آسمون نگاه کنی، مخصوصا واسه شبای پرستاره خیلی باحاله. و اینکه شیشهش هم یه جوری ساخته شده که یووی خورشید رو میگیره، اصلا حس نمیکنه که آفتاب داره به صورتت میخوره. ببین از بالا چه شکلیه به نظرتون؟ همونطوری که گفتم بهتون همه چیز توی این مانیتور اتفاق میفته. اول همه که یه شکل کلی از خود ماشین وجود داره، زومش کنم اینجا، کلی وجود داره که به شما نشون میده چه چیزی بازه، میتونید جلو باز کنید، صندوق عقب باز کنید، همه کارهایی که میخواد انجام بدید و میتونید توی مانیتور انجام بدید. و این طرفش یه نقشه است که کار جی پی اس واسه شما انجام میده. باحال‌ترین فیچرهایی که این مانیتور داره بیا دوباره صحبت کنیم. یکی این قضیه خود این ویو هاست و دوربینایی که همه چیز رو ضبط میکنه، حتی اگه موقعی که شما توی ماشین نباشید و کسی به ماشین نزدیک بشه ضبطش میکنه و آلارم میفرسته واسه شما. اینجا هم نشون میده که چند درصد از شارژت باقی مونده و اگه بخوای سوپر چارج هم کنی الان نوشته که حدود $18.48 قیمتش خواهد بود. و همونطور همون چیزی که بهتون گفتم تمام جاهایی که رفتید و مایلش و کجاها رفتید، چقدر انرژی مصرف کردید، همه رو یادداشت میکنه. چیزای دیگه‌ای هم که توش داره اینه که میتونید بازی کنید توش، ماشین بازی،
میتونی یوتیوب یا نتفلیکس روش نگاه کنی، مسیج بفرستی، تقویمتو نگاه کنی باش، دوربینی که روی داشبورد هستش رو نگاه کنی، اسپاتیفای داره، بلوتوث، رادیو، و میتونی موسیقی بخونی و همراه میتونی آهنگ پخش کنه و همزمان با آهنگ میتونی موسیقی خودت بخونی. صابخونه منم که کریستین یادتون هستش، بهش گفتم میخوام برم ماشین بازی، میای بریم؟ گفت آره. خلاصه پول نس کردیم، نصف اسپانسر کریستین نصفش من. اوکی بگ. یه سوال دیگه در مورد ماشین های الکترونیک وجود داره که آیا واسه طبیعت خوب هستن؟ هم آرست هم نه. آره، به خاطر اینکه تسلا، ماشین شبیه تسلا که الکترونیک هستن، امیشن وجود نداره، امیشن تولید نمیکنن، زیرو امیشن هن، یعنی که هیچ سوختی نمیسوزونن، نه بنزین، نه گازوئیل، نه هیچ چیز دیگه ای. به خاطر همین ضرری واسه طبیعت از اون لحاظ ندارن. اما یه موضوعی وجود داره که باید دماش صحبت بشه. با قوانین که توی امریکا وجود داره و توی اروپا وجود داره، هر ماشینی که، هر یک دونه ماشینی که تولید میشه، تا یک سقفی میتونه گازهای گلخانه‌ای تولید کنه. مثلا فرض کنید که 7500 متر مکعب باشه این تولید کردن، که بد هستش واسه طبیعت. چون تسلا نداره همچین چیزی، صفر تولید گازهای گلخانه‌ای، صفر هستش، کاری که میکنه میاد اون 7500 متر مکعب رو میفروشه به یه سری از شرکت های دیگه مثل فورد، تویوتا، جاهای دیگه که بنزین میسوزونن، و از فروشش یه پولی خودش در میاره و اون شرکت ها هم شروع میکنن به تولید کردن ماشینایی که بالاخره باز گاز سوزن. یعنی یک جورایی باز دوباره شکل دیگه ای گازهای گلخانه‌ای داری تولید میشه. ولی کاری که اتفاق میفته اینه که به خاطر اینکه تسلا اون گازها رو تولید نمیکنه و میفروشدشون، یه پولی در میاره. یک جورایی هم داره کمک میکنه هم کمک نمیکنه. تست صفر تا صدش رو امتحان کنم. فوه، او مای گاد، واقعا اسموته، خیلی نرمه. صفر تا صدش توی 3 ثانیه و 1/10 ثانیه است. اصلا نشون نمیده لعنتی وقتی گاز شو میگیری. How was it? Smooth, scary. Right? Scary? Whoa. It goes fast. It goes really fast. این مدل هم مدل ای هستش، مدل شماره 3 هستش. کلن تسلا 4 تا مدل داره، S شماره 3، X و Y که اسپل میکنه سکسی. کارخونه فورد اومد از تسلا شکایت کرد و گفتش که شما نمیتونی ای بذاری چون شبیه فورد تی، صدا شبیه فورد تیه، و گفتش که ما سو میکنیم اگه ایش کنی. به خاطر این تسلا برداشته ای و برعکسش کرده، شبیه سه، عدد سه شده، سه انگلیسی، ولی اسپلش میشه سکسی. این هم یه چیز جالبی دیگه است که از مدلش بدونید. این مدل، این مدل شماره 3، ارزون ترین تسلایی هستش که شما میتونید بخرید. اوکی، بیاد که آتوپایلتش رو با هم دیگه تست بزنیم. من میبرمش رو آتوپایلت. اینجا هم کاملا پیچ پیچیه که میشه ببینیدش. دیگه دست من نیست، حتی پاهم هم نیست، خودش داره کار میکنه. یه رو پیچ. یعنی انقدر
فوق‌العاده است. انگار واقعا یه آدم پشتش نشسته و داره رانندگی میکنه. من هیچ کاری انجام نمیدم، پیچ رو به بهترین حالتش رفت جلو بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشه و کاملا احساس امنیت میکنی، اصلا چیز نیست، نمیلرزه، هیچ کار اضافه انجام نمیده، فوق‌العاده است. به نظرم هر چند ثانیه یه بار هم یه دایره آبی رنگی میاد، ببین حتی ماشین هم که داره الان رد میشه این ماشین رو نشون میده اینجا، این دوتا ماشین از کنار رد شد بدون هیچ مشکلی. اون بوق هم که میشنوید هر چند ثانیه یه بار باید دستت بذاری رو فرمون که بدونه که هوشیاری و نخوابیدی. اگه فکر میکنید که پشت این ماشین میشه خوابید و مثلا سفرهای طولانی رفت، این کار نمیشه که هر حدود هر یک دقیقه فکر کنم 40 ثانیه تا یک دقیقه ازت بخواد که دست تو رو فرمان بذاری، تو فرمان بذاری و باید که، ولی انقدر نرمه، ببین پیچ به این گندگی و راحت داره انجام میده، من هیچ کاری نمی کنم. این شو بده just to see the back to me. ببین من هیچ کاری انجام نمیدم. عالیه، واقعا بی نظیره، اوتوپایلتش واقعا بی نظیره. یعنی حتی واسه یک ثانیه هم من احساس ناام بودن نمی کنم پشتش و این خیلی فوق العاده است. اوکی، حالا میخوام فرمون رو خودم بگیرم دست. فانتاستیک. باور کنید که یا نه، ما یک ساعت و نیم اومدیم واسه اینکه این آبشار بزرگ رو ببینیم، کلی آب و اینا تو عکساش داشت، به خاطر گرم شدن زمین ببین چقدر آب داره، خوش شده در واقع، قدر زمین رو باید بدونیم. سالمی که اوکی، بعد از حدود 5 سال من رانندگی کردنش یه سری خوبی ها داره، خب قطعا این ماشین، یه سری بدی ها. اول ویدیو بهتون گفتم که من اگه میخواستم یه ماشین بگیرم احتمالاً تسلا میگرفتم. یه ذره الان دو دلم واسه شو بخواید واسه این که اگه بخواد این ماشین من بشه، به چند تا دلیل. یکی این که من فکر میکنم که تقریبا آیکیوم از اوریج یه خورده بالاتره و این مانیتورش واقعا رو اعصابه، یعنی هی هر چیزی بخواد پیدا کنی باید بری سمت این مانیتور، سخته، خیلی یوزر فرندلی نیست که بخواد بتونی یه سری چیزا رو توش پیدا کنی. همین مپ به این بزرگی، این نقشه به این بزرگی ما می‌خواستیم این آدرس توش پیدا کنیم کلی طول کشید. دو، یه موضوع دیگه روی اعصاب انوینگ وجود داره، اینه که هر موقعی که شما بخوای ماشین رو توش که میشینی میخوای ماشین رو روشن کنی باید این کارت رو هی بوق میزنه، این کارت رو بذاری اینجا، بعد اون وقت میتونی تازه شروع کنی به راه رفتن، تازه میتونی بری. هر دفعه 5-6 ثانیه طول میکشه تا بخوای ماشین رو روشن کنی، همین یه کار کوچولو. از اون بدتر فرض کن که مثلا الان من میخوام پارک کنم، پارک کردم، کارم تمام شده با ماشین، اینجا میخوام الان پارکش کنم، ماشین خاموش نیست، من میخوام خاموشش کنم، باید برم این تو، برم توی ستینگش، ستینگش هم بالا نمیاد، سیفتی، بعد تازه پاور آف. و تقریبا واسه هر دفعه که وارد ماشینت میشی بین 4 تا 6 ثانیه الکی داری هدر میدی. خود رانندگی ماشین فوق‌العاده است، واقعا انقدر ناز رانندگی میکنه، واقعا فوق العاده است شکل رانندگی که داره.
الان بنزین گالونی 5.93 دلار، یعنی هر 3 لیتر حدود 5.93 دلاره. این ماشین حدود 276 مایل میره. یه حساب کتاب سرانگشتی که بکنیم اگر بخوای یه ماشین رو بنزینش رو پر کنی کامل که 276 مایل بره، حدود 54 دلار در میاد اگه بخوای بنزین بزنی. اگه بخوای تسلا رو چارجش بکنی از 0 تا 100، از 0 تا 276 مایل حدود 18 دلار در میاد با این سوپر چارجر، یعنی از 0 بیاری باتریشو تا 100% حدود 18 دلار. قطعا خیلی به صرفه است از لحاظ اینکه بخوای مقایسش کنی با بنزین، بسیار به صرفه است. خود تسلا هم بر این باوره که شما سالانه 1100 دلار سیو میکنی. بعد یه جاده چیز دیگه باحال، موقعی که رسید توی جایی که چارج این سوپر چارجر ها، خودش در سوپر چارجر رو باز بسته میکنه. من اصلا اینش دست نمیزنم به چیز. So depends on where I start, what percentage, but right now I was at 30 and I'm trying to get to like 90. Uh-huh. So it's going to take like 30 minutes. 30 minutes? Yeah. How much is it going to cost you? I haven't checked the price. I usually get it for free, so you know. Do you? Yeah. How come? I work for Tesla, so... Oh, do you? Okay. Yeah, I charge at work all the time. Okay. In class, but being was saying Tesla. Thank you, Jesus, to be doing. You know, it's really jolly. واسه شرکت تسلا کار میکنه. خیلی اتفاقی هم دیگه رو دیدیم، اومده تست بزنه ببینه که این چارجرها خوب کار میکنن یا نه. تو این منطقه نیویورک هم زندگی میکنه خودش. ما منتظر اینجا هستیم که سوپر شارژش تمام شه، 4 دقیقه دیگه تمام شه. قرار شد اون شکلی که ماشین خودش اتوماتیک خودش رو پارک میکنه، با موبایلش میتونه حرکت بده بدون اینکه راننده ای توش باشه، رو بهمون نشون بده. It's coming. There you go. Wow, okay. Yes, get the machine is though. Oh man, that's insane. Oh, it's this is fantastic. There's nobody in the car. You just get the machine this. Thank you. That was really awesome. Yeah, no problem. Yeah, I can just get in and go. Awesome. Thanks. Yeah, really appreciate it. Yeah, it was nice no meeting you. یکی از خوبی‌های این قضیه، چند تا خوبی داره. یکی این که مثلا اگر یک کسی بالاخره معلولیت جسمی داشته باشه میتونه ماشینو بیاره سمت خودش. دو این که اگه توی یه جای تنگی هستی و چند تا ماشین کنارت هستن میتونی بیاریش بیرون بدون اینکه بخوای ضربه به ماشینای دیگه بزنی. و سه توی روزای برفیه میتونی توی خونت منتظر باشی تو گرما، به ماشین بگی که قشنگ خودش بیاد جلوی در، ماشین رو گرم واسه نگه داره و بعد سوارش بشی. همش گرم. اوکی، بقیه. اوکی، خیلی ممنون که تا اینجا مسیر بودید. ممنون میشم که سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایک بزنید. نظرتون در مورد این ویدیو چیه؟ بنویسید و این ماشین لطفا واسه هم کامنت بذاریدش. واسه شو بخواید، من اگه خودم بخوام یه ماشین بگیرم، قطعا اگه بودجم برسه و بتونم بگیرمش، حتما دوست دارم که ماشین الکترونیک بگیرم. از بین تمام ماشین‌های الکترونیک به نظر من تسلا الان بهترینه با فاصله خیلی زیاد، ولی یه سری مشکلات به نظرم بزرگی داره، همون چیزایی که گفتم توی ویدیو. و اینکه واسه این مدلش اگر 46 هزار دلار شما بخوای نقد بدی آیا میارزه یا نه، نمیدونم راستش. فکر میکنم اگه من بخوام بگیرم، من لیسش کنم 3 سال دستم باشه، ببینم که مشکلاتش چیه، چقدر مصرف میکنه، باش را چه شکلی هم. واسه یک کسی که میره تو خونه، از خونه میره تا سر کار، فوق العاده است این ماشین. بعضی یکی از بهترین ماشین هست. اگر یه مسیری ثابتی دارید از خونه فقط میخواد بیاید تا سر کار،
عالیه، چون میرسید خونه میزنید به شارژ، دوباره فردا میتونید برید سر کار. ولی اگه دنبال یه ماشینی میگردید که باید سفر کنید، این ماشین خوبی نیست، به خاطر اینکه 250 مایل واقعا شما رو به جایی نمیرسونه. بعد دوباره هر 250 مایل باید نیم ساعت حداقل وایسید سوپر چارج بدید. هر سوپر چارجش حدود 19 دلاره الان، حالا اگه گرونتر هم نشه. ولی خب مدل های دیگه ای داره، میتونید که ببینید. من این وبسایتش رو لینک میدم، در مورد همه این صحبت هایی هم که کردم این پایین لینک میدم تا ببینیم چه شکلی میشه دیگه. خیلی مخلصیم، ممنون که تا اینجا بودید، نگاه کردید، خیلی لطف کردید به من. شده هفته دیگه میبینمتون. اگر کامنتی، نظری، چیز دارید این پایین بذارید. لطفا این ویدیو لایک کنید، لطفا سابسکرایب کنید، کمک میکنه واقعا به من که بتونم ادامه بدم با حمایتی که شما از من میکنید. لطفا هم اگر دوست داشتید اینجا کامنت واسه من بذارید که دوست دارید بدونید که ماشین کرایه کردن توی امریکا چه شکلیه، چطوری میتونید پول سیف کنید، تیپایی که داره، کاری که نباید انجام بدید. اگه دوست داشتید بگید. دفعه بعد که من ماشین کرایه کردم یه ویدیو فقط از اون براتون بسازم. وو! خداحافظ، هفته دیگه می‌بینمتون. اوکی، این سفت و صد و بزر یه بار دیگه تست کنیم بیاییم با اکشن اکی استفاد کستین چجوریه؟ Amazing, isn't it? Okay, and we are out.